سلام به همگی حالتون چطوره ما گفتیم حالا که همتون حسابی محو تماشای سریال دفتر یاد داشتید و انگار یک کراش جدید هم اونجا پیدا کردید یک ویدیو دربارش بسازیم و یک کم از خوبیاش بگیم بعدش هم سوتیاشو بگیریم بریم سراغ بازیگراش مخصوصا سوگل خلیق یا همون نازنین با اون خندای معروفش رو ببینیم داستانش چیه که ما رو توی اینستا باهاش زخم کردیم فقط قبلش برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید کانال دانس روز رو سابسکرایب کنید یا اگه سابسکرایب نکردین همین الان این کارو انجام بدید و زنگوله هم بزنید تا بریم سراغ ویدیو قبل از اینکه سوتیای این سریال جالب بهتون بگم یه نکته اینجا و قابل ذکر اونم اینه که ما نمیخوایم با گفتن این حرفا بگیم دفتر یادداشت سریال زیو یا بد ساختیه اتفاقا این سریال نظر رنگایی که تو سکانس‌های مختلفش به کار رفته فیلمبرداری و تدوینش نسبت به بقیه سریال‌های نمایش خانگی واقعا متفاوته و خلاقانه قوی بودنش هم در این حدی که اگه از ویدیو دانستنی روز بهتر نباشه بدتر نیست سوتی تو فیلم و سریال یه چیز طبیعی و حتی هالیوودش هم سوتی داره پس اگه این نکاتو رو میگیم صرفا جنبه سرگرمی داره خب اول از سکانس شروع کنیم که یک سوتی خیلی بزرگ داشت صحنه ای که ایرا کرج و قراب رفتن دستشو و حرکاتش و این هم بود. و با هم از دستشوی خارج شدن جفتشون همزمان با آرنج کلید برق خاموش کردن و این هم دیگه مشغول شستن دستشون شد حالا ما اینجا میبینیم که وقتی از میان بیرون روی دیوار بین این دو تا دستشوی کلید برق که اینا با آرنج خاموش میکنن ولی اگه دقت کنید اینجا که دارن دستشون رو توی آینه دیوار پشت سرشون مشخصه پس کلید کجاست این هم از قدرت های ماوری کارگردان ویدیو کات خورده کلید یهو غیب شده اما سوتی بعدی جایی بود که ایرج و حمید رفتن خونه سیمین که در واقع خونه پدری ایرج بود و ولی از وقتی سیمین فوت شده بود دیگه ازش استفاده نمی‌کردن یه نکته بدی هم اینه که وقتی کسی تو خونه نیست معمولا در خونه رو قفل می‌کنه حالا نگید خب سیمی مرده بوده کسی نبوده در قفل کنه حمید که کلید خونه رو داشت 100 درصد این کار رو انجام میده این دوتا تا میرسن در خونه ایرج کلید میندازه قفل در رو باز کنه که کلید توی قفل میشکنه حمید هم واسش قلاب میگیره که از روی دیوار به پر و وارد خونه بشه ایرج یا همون رضا عطار میپره تو ایا در بر حمید باز میکنه که بیاد تو چی شد مگه در قفل نبود کلیدم که توی شکسته بود چه جوری بازش کرد حالا ما نمیخوایم زیاد سخت بگیریم و میریم سراغ સુચે બાદ تو این سکانس نشون میدن که نازنین با یه چیزی روی ماشین امیر خط میندازه و بعدم پرتش میکنه روی زمین ولی فیلم کات میخوره و نازنین دستش رو میاره بالا و حلقه ای که امیر بهش داده بوده رو نشون میده انگار که با حلقه ماشین رو خط انداخته پس اونی که انداخ رو زمین چی بوده اگه به پشت سر نازنین دقت کنید اون شیه هنوزم روی زمین مشخصه حال دنیا دو روزه زیاد سخت نمیگه بریم سراغ سوتی بعدی تو این سکانس که نشون میده ایرج و حمید دارن تو خیابون راه میرن و با هم بحث میکنن یه جا جلوی رستوران رد میشه اگه گوشه کادر رو دقت کنید یه خانم با دخترش هم پشت میز نشستن میخورن یکی هم که میگذره فیلم کات میخوره و یهو دوباره همین خانم و دخترش توی تصویر در حالی دیده میشن که تازه رسیدن رستوران و میخوان غذا سفارش بدن انگار علاوه بر ایرج کارگردان هم فراموشی داره اینا که داشتن غذا میخوردن چجوری شد دوباره برگشتن به لحظه ورودشون به رستوران آیا اسدی زاده کارگردان محترم چرا اینجوری شد چه اتفاقی افتاد خب از که بگذریم یه سری تئوریای توته راجع به فیلمنامه این سریال وجود داره مثلا یکیش اینه که میگن تمام این داستانه جنایی که تو سریال اتفاق میفته علکیه خود سیمین با حمید و بقیه هماهنگ کرده این قصه رو بچینن که ایرج درگیر کار بشه و وضعیت بیماریش بدتر نشه آخر قسمت هفتم این سریالم غراب به ایرج گفت انقدر دنبال این قاتل زنجیری نباش اون 4 سال پیش مرده سوال اینجا پیش میاد که اگه اون مرده پس امیر رو که کشته اصلا امیر واقعا مرده پس احتمال داره که این فرضیه درست باشه و همه این واسه سرگرم کردن ایرج باشه اما در کل سریال فضای بالی داره هم توی سری سکانس ها و پلیسی و جنایی میشه هم یه جایی با تیکای حسن مجونی کمدی و فان حسن مجونی که تو مسافران نشون دادی یک کمدین حرفه‌ای برای خودش من دانشمندم دانشمندی شغله نه تخصص ولی رو هم که دیگه تعریف نمیخواد این مرد حتی بدون دیالوگ هم میتونه آدمو بخنده کمدی تو خون این آدم الان هم با دفتر یاد داشت برای اولین بار وارد سریال نمایشی خانگی شده و نشون داد حتی الان که 55 سالشه هنوزم مثل قدیم و کافی یه جمله بگه تا مخاطب از خنده قهقه بزن آیا تاران ما هنوزم با متمگوریخ و بزنگای شما داریم میخندیم ما لطفا بیشتر از این کارا بکن که جا تو سریال خالیه حالا بعضی هم میگن ادبیات بازیگر تو این سریال خیلی بیتربیتی و کلماتی که به کار میبرن خارج از عرفه بله کسی منکر این موضوع نیست ولی به دو تا نکته باید توجه داشت یکی اینکه شما نباید این سریال با بچه‌ها ببینید چون هم جنایی هم به قول بعضی منتقدا بی ادبی پس پیشورز اینه که افراد بالغ دارن نگاه میکنن نکته دوم هم اینه که شل بگیرید دیگه دلنگیزه کمدی بازیگر اصلا قورت داده نمیشه که بیاد اونجا شما رو بخندون اصلا فرق تنز با بقیه سبک هم همین هنجار بودنش خودتونم گول نزنید الان دیگه مثل قدیم نیست استفاده از این کلمات حتی بدترش تو زندگی روزمره مردم هم رایج شده اگه مردم از این حرفا بدشون میاد پس چرا الان پرطرفدارترین اینفلوئنسر اینستا آیسان اسلامیه آیسان دوست داری چون خودشه حالا بعد از چند سال که سینمایی کم آزادتر شد و فضای فیلم ها تا کم شبیه زندگی واقعی مردم شده چرا خودمون دستی دستی دوباره محدودش کنیم البته خب ما هم قبول داریم که یه سری چیزا تو این سریالا پخش شد که اگه بی سابقه نباشن کم سابقه بودن مثلا تو یکی از سکانسا نازنین رو با حوله نشون دادن درسته همه جوش پوشیده بود ولی سابقه نداشت تو فیلم و ها یه زن رو با حوله همون نشون بدن یا مثلا تو این سریال میبینیم زن و مرد خیلی راحت به همدیگه از روی لباس دست میزنن مثل اون سکانس تو قسمت 5 که منیر نجفی گرفت و نشون روی صندلی رو و بهش گفت با من ازدواج کن حالا فکر نکنید ما با این آزادی و اینا مخالفیم فقط میخوایم بگیم یه حق دارن این سریال براشون عجیب باشه چون یه همچین چیزایی قبلا پخش نمیشد مجوز نمی کلا همه چیز این سریال متفاوته مثلا لباس و ماشین پلیسا تو این سریال اصلا شبیه لباس پلیس های ایران نیست یا قراب که انگار تو پلیس فرمانده یا رئیس تیپش با تیپ همه پلیس که تو بقیه فیلم و سریال ها دیدیم فرق میکنه شکم گنده نیز ریش نداره لباس آستین کوتاه و شلوار جین میپوشه ماشینش به جای اینکه 450 یا پژو بارس باشه یک ون عجیبه و غریبه و کلا فضای سریال با هر که تو الان دیدیم متفاوته از این داستانم که بگذریم میرسیم به بازیگری که این روزا دل همه رو برده سوگل خلیق تو نقش نازنین با اون خ معروف البته از این حقیقت نباید بگذاریم که شما کلا سندروم کراش بیقرار دارید دوست من شهرزاد پخش میشه رو شهرزاد کراش میزه یاغی پخش میشه رو تلاخون زخم کاری رو سیما الان هم که دور دور سوگل خلیقه اول از همه یه فکت جالب در موردش بگم به ظاهرش نگاه میکنی بیشتر از 25 نمیخوره ولی حقیقت اینه که بالاتر هم میخوره چی گفتم ببخشید عجب بخور بخور منظورم اینه که سنش بیشتره سوگل خلیق متولد 16 آبان 67 و به عبارتی 35 سالو پر کرده بچه تهران ران لیسانس کارگردانی از دانشگاه هنر داره و متاسفانه خیلی سال پیش پدرش رو از دست داد و یه برادر به اسم سهراب داره از دوران دانشجویش تو دور کلاس‌های بازیگری امین تارخ خدا بیامرز و, و تحمین میلانی شرکت میکنه و بیشتر علاقه به تئاتر داشته تئاتر زیاد بازی کرده فیلم سینمایی یعنی هم چند بازی کرده حتی تو اولین فیلمش به اسم دو با پرویز پرستویی هم بازی میشه ولی بعید میدونم هیچکدوم از فیلم‌هاشو بشناسید اما استارت مطرح شدن و معروف شدنش از سیال هم خورد که توش نقش سیما رو بازی کرد. الان هم که تو دفتر یادداشت حسابی طرفدار پیدا کرده ازدواج نکرده ولی میگن یکی از تدمینگرای معروف اینستا به اسم علیرضا جعفرزاده روش کراش سنگینی داره بعضی هم به رضا یزدانی شک دارن چون سوگل خلیق تو موزیک ویدیو جدیدش بازی کرد و کلا انگار رابطه‌شون با هم خوبه ولی هر که هست فعلا خبری از ازدواج و رابطه رسمیش نیست و شما هم میتونید یک تلاشی داشته باشید خودش میگه خیلی اهل ورزش عاشق دویدن و به تغذیه سالم چیزا اهمیت میده شاید به خاطر همین هم است که خوب مونده به نویسندگی و کارگردانی هم علاقه داره و دوست داره یه روز خودش فیلم بسازه حالا بگید نظرتون راجع به دفتر یادداشت چی از این سریال خوشتون اومده یا نوچ ممنون از اینکه همراهمون بودید فراموش نکنید برای ما از ما این ویدیو رو لایک کنید کانال دانسن روز رو سابسکرایب کنید اگه سابسکرایب نکردی همین الان دیگه این کار رو انجام بدید زنگوله رو هم بزنید رفقا که جز اولین نفراتی باشید که از ویدیوهای بعدی ما با خبر میشید اگه دو تا ویدیو قبلی ما رو هم ندیدید حتما تماشا کنید چون مطمئنم خوشتون میاد فعلا تا ویدیو بعدی هم خدا نگهدار